شاید تا پیش از نمایش فیلم قیصر، آب منگل آدماش انقدر برای همه مردم ایران شناخته شده نبودن. اما قیصر نه فقط خودش معروف شد که آب منگل و برادرای آب منگل یا به قول بهمن مفید آق منگل رو هم به شهرت رسوند. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگل. میشناسیش؟ بله. حالا دیگه کمتر کسی پیدا میشه که نشناسه. اما از خیلی سال قبل از قیصرم مردم تهران قدیم آب منگل رو میشناختن و خوب میدونستن کجاست. توی این ویدیو قراره بریم به آب منگل تا ببینیم دقیقاً کجاست، چرا اسمش شده آب منگل و اصلاً آب منگل یعنی چی. خوشحال میشیم با ما همراه باشید. آب منگل یه محله کوچیکه. سالهاست که اسمش رو تغییر دادن و همین کار شاید خاطرات و نوستالژیش رو از ذهن نسل جدیدتر دور کرده. کاری که با تغییر بیرویه و نسنجیده اسم خیابونا و محله های تاریخی تهران و بخش های دیگه کوچیک و بزرگ این شهر کردن. آب منگل در شرق خیابونای سیروس و شهر ری جا داره. جایی نزدیک میدون شاه. نزدیکی آب منگل به بازار تهران باعث شده که در گذشته این بخش از پایتخت جایی برای زندگی بازاریا هم باشه. اسم آب منگل در نگاه اول شاید کمی ثقیل به نظر برسه. یعنی باید توضیح کم و بیش دور و درازی بدیم تا بفهمیم چرا به این بخش از شهر آب منگل می گفتن. توی گذشته مغنیا یعنی کسایی که قنات می ساختن و چاه حفر می کردن به راهاب زیرزمینی که در زیر رودخونه بود جایی که دچار خمیدگی می شد و به سطح زمین می رسید شترگلو می گفتن. این اسمم از اونجا می اومد که راهاب قنات مثل گلوی شتر خمیدگی و انحنا داشت. اسم دیگه شترگلو تنبوشه بود. شترگلویی که از خندق کهن و قدیمی تهران در بخش شرقی خیابون ری امروزی می اومد، جریان آب قنات این محدوده رو تا محله دولاب می برد. این شترگلو رو تهرانی ها منگل می گفتن. با ویران کردن خندق قدیمی صفوی و پر کردنش، جایی که شترگلوی قنات دیده می شد، یه کوچه ساخته شد که به نام منگل شهرت پیدا کرد. این کوچه رو که کمی بعد از اون محله اطراف شکل گرفت آب منگل نامیدن. همه این توضیحات رو میشه اینطور خلاصه کرد و گفت که مجرای قنات از زیر گذری رد میشد که چاهی کم و بیش عمیق به عمق 12 متر روی اون کنده بودن. مردم محله های اطراف با دل و از این چاه که آب خیلی گوارا و خنکی داشت به هر اندازه که میخواستن آب برمیداشتن. این بخش که چاه داشت و در عمق شترگلو بود بهش آب منگل میگفتن. با این همه برای واژه منگل چند تا معنای متفاوت بیان شده. بعضیا منگل رو به معنای مجرای آب دونستن. بعضیا همون رو چاه معنی کردن و تعدادی هم منگل رو مظهر قنات میدونن. اگرچه این اسم ها همگی اشاره به کاربرد و سازکار یکسانی داره. مظهر قنات به جای می گفتن که آب به روی زمین پدیدار می شده. در تهران قدیم سه شترگلو یا تنبوشه یا منگل دیده می شد که مشهورتر و شناخته شده تر از شترگلوهای دیگه بودن. یکی در همین آب منگل بود، یکی در گلوبندک و سومی هم در کوچه مروی. درباره گلوبندک و کوچه مروی و تاریخچه‌شون دو تا ویدیوی جالب قبلا داشتیم که اگر ندیدید لینکش رو در اولین کامنت و در بخش توضیحات زیر ویدیو براتون گذاشتیم تا حتما ببینید. یکی از بازرگانای خیلی مشهور تهران در زمان قاجار محمد حسین خان امین‌الزرد بود که کارآفرین نوآوری هم بود و دارایی‌ها و ملک و املاک زیادی داشت. امین‌الزرد در جایی که حالا محله آب منگل شده یه باغ وسیع ساخته بود که در بین مردم شهر به سرسبزی و پردار و درختی شناخته می شد. اما این باغ هم مثل خیلی دیگه از باغای شهر تهران از بین رفت و حالا هیچ اثر و نشونه ای ازش تو محله آب منگل نیست. زمانی که باغ امین‌الزرد در آب منگل کنونی وجود داشت هنوز کوچه و محله آب منگل شکل نگرفته بود.
بعد از شکل‌گیری کوچه آب منگل، مدرسه دانش در اونجا ساخته شد که داستان جالبی داره و از مدارس مهم تهران به شمار می رفته. مدیر مدرسه دانش یحیی دولت آبادی بود، از رهبرای مشروطه. داستان دبستان دانش اینطوره که مردی سیاستمدار به نام میرزا رضاخان تبریزی که به پرنس عرفاءالدوله دانش مشهور بود، در محله سنگلج یه دبستان برای آموزش و درس خوندن رایگان بچه‌های محله بنیانگذاری کرد. عرفاءالدوله مرد خودساخته‌ای بود و سمت‌های دولتی زیادی هم داشت. چند سالم سفیر ایران در روسیه بود. امین و ضرب یکی از خونه های باغش در آب منگل رو در اختیار پرنس عرفاءالدوله گذاشت و عرفاءالدوله هم مدرسهش رو به این محله آورد. مدیریتش رو هم به دولت آبادی سپرد و در نهایت در سال 1297 اداره مدرسه دانش به وزارت معارف واگذار شد. دبستان دانش هرچند هنوزم توی محله آب منگل وجود داره، اما با تغییرات زیادی که در دهه 40 خورشیدی و بعد در سال 78 در اون انجام شد، دیگه چندان شباهتی به گذشته تاریخیش نداره. توی این سالها اسم دبستان رو هم تغییر دادن و شده دبستان اثناعشری و دیگه کمتر کسی به یاد میاره که تاریخچه این مدرسه چیه، مگر اون که پیگیرش باشه. یه مدرسه دیگه نزدیک به محله آب منگل دبستان ترقی بود. این دبستان توی کوچه‌ای بود که رخشورخونه نام داشت، به این دلیل که آب جاری کم و بیش پهناوری از اونجا می‌گذشت و رخشورها لباساشون رو اونجا می‌شستن. به همین دلیل اسم کوچه رخشورخونه شد. یه بازارچه قدیمی هم تو محله آب منگل بوده. محله آب منگل به داشتن اولین بستنی فروشی ایران هم شهرت داره. اون هم بستنی فروشی اکبر مشتی که بعدها به تقلید ازش بستنی فروشی های دیگهی به همین نام، اما نه به خوبی بستنی های اصل اکبر مشتی، توی محله های تهران و شهرهای دیگه سر کار اومدن. اکبر مشتی اهل شهر ملایر توی استان همدان بود. برای کار به تهران اومده بود و با بردن شکر و چای به شمال و آوردن هیزم از اونجا به پایتخت زندگی رو میگذروند. تا اینکه با محمد ریش آشنا شد که به دربار مظفرالدین شاه رفت و آمد داشت. توی همین اومد و شدا بود که با خوراکی فرنگی به اسم بستنی آشنا شد و جد کرد که هنر درست کردنش رو یاد بگیره. سرانجام بعد از پیگیری‌ها و پشتکار فراوون، اولین بستنی فروشی تهران و ایران رو توی محله آب منگل بنیان گذاشت. بستنی‌هاش چنان خوشمزه بود و برای تهرانی‌های بستنی ندیده شگفت‌آور که به سرعت آوازش توی همه شهر پیچید و کارش گرفت. داستان و سرگذشت محله آب منگل خیلی بیشتر از اون چیزی که توی این ویدیو براتون گفتم. به ویژه کوچه های تاریخیش هر کدوم خاطراتی از تهران سالهای دور رو توی خودشون جا دادن. حالا سالهاست که اسم خیابون اصلی این محله رو که همیشه آب منگل بود به رضوی تغییر دادن. خیلی ها شاید ندونن آب منگل دقیقاً کجاست. اما هر کس قیصر رو دیده باشه، ناخودآگاه اسم کریم آب منگل نامرد و محله آب منگل توی ذهنش موندگار میشه. شما تا به حال گذرتون به آب منگل افتاده؟ چقدر درباره محله آب منگل اطلاعات داشتید؟ منتظر نظرات خوبتون هستیم و اگر این ویدیو براتون جالب و مفید بوده، با لایک کردنش ازمون حمایت کنید و به همون دلگرمی بدید. اگرم دوست و عزیزی دارید که میدونید تماشای این ویدیو براش جالبه، ویدیو رو براش بفرستید و در آخر هم اگر به تاریخ جذاب پایتخت علاقه مندید، این پلیلیست رو حتما تماشا کنید و با دیدن و شنیدن گذشته شیرین تهران حظ ببرید.